سلام دوستان و عزیزان، در خدمتتون هستم برای فال روزانه‌مون با هم ببینیم در دوشنبه 2 خرداد چه انرژی هایی با شما عزیزان دل همراهی میکنه و چه خبر هست. عزیزان دل، مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوستان یارانی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خیلی خوش آمدین، صفا آوردین و همچنین سپاس فراوان از شما دوست یار همراهی که هستین و با کامنتاتون و با لایکاتون از این کانال که کانال خودتون هست حمایت میکنین. دوستان لایکاتون نره، خواهش میکنم برای حمایت این کانال و زنده ماندن این کانال تنها کاری که شما میتونین انجام بدین لایک بزنین یا کامنت بزنین. خب دوستان بریم ببینیم چه خبر هست در انرژی های روز، ولی امیدوارم که ماه خرداد رو با خوبی خوشی شروع کرده باشیم. ببینیم انرژی بعدی چه خبر هستن توشون. خب انرژی که افتاد دوستان من خندم میگیره به خاطر که این کالسکه چرخ شکسته، تایر پنچر، این روزا هم از ما خوششون اومده. حالا یا اینکه جابجایی هستش که منحل میشه عزیزان، یا اینکه به هر حال عزیزانی هستن که دوگانگی هست که در درونتون هست که نمیتونین ازش جدا بشین، یک جای مجبورین واستین دوستان. به خاطر چی میگم؟ به خاطر که مرد آویخته اینجا افتاده، مرد آویخته مثبت افتاده، یعنی اینکه در این ایستی که افتاده که مجبورم به ایستم، نگاهم رو عوض میکنم از روی مسائل و اینکه اینقدر احساس نمی کنم که قربانی هستم. بدترین درد این هستش که همیشه دائم قربانی فکر کنیم هستیم توی زندگیمون. اوکی؟ به دیگران بیشتر از کوپنشون قدرت بدیم. قدرت داشتم روی ما، بعد از این من هستم که قدرتمند هستم و خدای زندگی خودم هستم. ادعای خدایی نکنیم ولی به هر حال قدرت های زیادی رو داریم. خب ببینیم چه خبر هست در کارت های دیگه دوستان. آب 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 آب. خب کارت ها مثل که امروز خیلی پرحرف شدن. ببخشید من یه لحظه برم کارتی که افتاد و جمع کنم بیارم. خب توجه کنین عزیزان تایر پنچر اینجا دارم میبینم. ببینید دوتا کارت بسیار زیبا براتون افتاد. یکی کارت ستاره، نگاه کنین چقدر این کارت زیبا هستش، و کارت پیامبر هوا براتون افتاد. ببین دوستان، همین که شما محافظت شده هستین توسط کائنات و همین یک فرشتگان مقربتون در کنارتون هستن، راهی که در اون هستین راه بسیار زیبا و روشنی هست. تایرتون پنچر شده اشکال نداره، دو مرتبه زاپاس بهتون میدن و اینکه دو مرتبه راه میفتین. و توجه کنین که بهتون این دوتا کارت دارن این حرفا میزنن که اون کارت به اندازه کافی صبر کردی، خب به حاجت خواهی رسید و فرشتگان مقربتون بهتون میگن راه شما باز هستش و اینکه مسائل شتاب پیدا خواهند کرد بعد از دوره صبری که این اول شروع شده بود. اوکی؟ خب ببینیم کارت دیگه چه خبر هستن. امیدوارم که هر دفعه اینجاها دوتا کارت نیفته واسه بود. کارت بعدی حرف از جدایی میزنه. جدایی، حالا ممکنه که واقعا جدایی احساسی باشه دوستان، و یا اینکه جدایی از مسئله، جدایی از دوگانگی هامون باشه. و پشت این کارت ها توجه کنین دوستان، کادو افتاده، کادوی الهی افتاده. برای یک سری ها ممکنه که در جدایی که هستن، جدایی از مسئله یا چیزی، برای اینا یک کادوی الهی باشه، مسئله درش باشه، حکمتی در اون باشه دوستان. اوکی؟ پس به هر حال هر چیزی که هست دوستان، هر آنچه که پیشایت خیر است. خب و یا اینکه به طور کلی عزیزان دل، بعد از مدتی شاید همین سکون و سکوت ببینین برای شما یک کادو، یک سورپرایزی در راه است. کارت بعدی دوستان ببینیم چه خبر. بعدی حرف از ببینید ذهن میزنه. یک سری شما عزیزان ببینید چقدر چقدر چه ذهن آشفته ای دارین عزیزان. اینقدر مته به خشخاش نذارین واقعا. نگاه کنین این، ببینین ذهن شما اینجور درگیر هستش. رها کنین دوستان، رها کنین، جدا بشین از این فکر، از این ذهن. پس این جدایی از این ذهن و این فکرتون هست، فکر آشفته. خب دیگه دود داره ازش در میاد والا دیگه اون کاری که از دستم برمیاد انجام میدم، اون چی که از دستم بر نمیاد من دیگه قدرت ماورای طبیعی که ندارم ایست میکنم، میستم.
سلولای خاکستری تو نگه دارین، جای دیگه به دردتون میخوره. خب ببینیم چه خبر هستش در کارتای دیگه. کارت بعدی دوستان باز هم حرف از چشم سوم میزنه. این روزا چشم سوم هم خیلی باهاتون همراهی میکنه. ببین میگه که این حرفا رو همه خودتون میدونین و این فال تأکیدی هست بر آنچه که میدونین. یک سریاتون قلب دردی دارین دوستان، از درون دارین گریه میکنم، قلب من هزار تیکه هستش، فریاد میکشم، ولی بدونین که همه چیزهای خوب در راه هستن دوستان. خب اوکی بریم ببینیم تاروت چه پیامی بهمون میده در ابعاد مختلف زندگی. این کارتی که برداشت رو برمیدارم دوستان، در سر شما چه میگذرد؟ در سر شما ببین این شخصی هست زیبا، قدرتمند، اعتماد به نفس دارم میگیرم دوستان، اوکی؟ قدرت دارم میگیرم ولی نرمش دارم، اوکی؟ مسئولیت پذیر هستم و اینکه زندگیم دستم هست در واقع. یک طرف قضیه اینجاست. برای یک سریاتون هم یک خانم زیبا در سرتون هست. حالا دیگه اون دیگه به خودتون مربوط. اون دیگه من دیگه فضولی نمی‌کنم توی سرتون تا اون حد. خب بریم ببینیم که در مورد مسائل عاطفی چه خبر هست. در مورد مسائل عاطفی دوستان یا احساسی، هیجانی، چهارچوب بسیار مستحکم براتون افتاده دوستان، شادی افتاده. یک سریاتون تصمیم گرفتین یک کادر به زندگیتون بدین، یک جهت و سوی خوب و قشنگی به زندگیتون بدین. ببینیم به خاطر اینکه انگار یک نامتعادلی در زندگی من وجود داره و اینکه من باید یک به قول معروف سر و سامانی به زندگیم بدم، اوکی؟ برای یک سریاتون انگار که دو تا چند تا انتخاب دارین و اینکه باید بالاخره یکی رو انتخاب کنیم. بریم ببینیم چه خبر هست در مسائل کاریتون. در مورد مسائل کاریتون با برنامه پیش میرین، با برنامه و با حوصله جلو میرن. پشت به گذشته، رو به آینده و افقهای جدید رو نگاه میکنم. منتظر این هستم که موقعیتی سر راه هم قرار بگیره و دست به عمل بزنم. در مورد مسائل مالیتون چه خبر هست؟ در مورد مسائل مالیتون، من این نکات به قول معروف مسائل مالیتون و مسائل خانگیتون به خانتون انگار مربوط هست برای یک سریاتون دوستان. برای یک سریا دوستان انگار که نقاط مبهمی در زندگی مالیتون براتون وجود داره که شما رو مضطرب میکنه. ولی کارت بعدی کارت کائنات افتاده. کارت کائنات وقتی که دوره تمام میشه، چیزی کامل میشه، شاید خانه در حال ساختن خانه باشین یک سریاتون، به هر حال دوره‌ای داره کامل میشه، اوکی؟ و اینکه میترسم از اون چه از نظر مادی آنچه را که باید نداشته باشم. از جانب دیگه موفقیت این پشت براتون افتاده دوستان و حرف از این میزنه که خب به هر حال مقدار شک و تردید دارم، شک و تردید دارم که موفق میشم یا نه. خب ببین کارت چالش شما چی هست دوستان. چالش شما این هستش که به سمت دوستاتون برید، به سمت شبکه اجتماعیتون برین دوستان، به سمت اونهایی که باهاشون میتونین خوب و خوش و خوشحال باشین برین دوستان. چه چیزی کمکتون میکنه؟ عزیزان دل، سرنوشت کمکتون میکنه، شما رو به سمت جلو هل میده، وارد دوره جدیدی از زندگیتون دارین میشین دوستان، دوره پشت سر دارین میگذارین، همه چیز در زندگیتون داره چی میشه؟ حرکت میکنه به سمت جلو. و ببینیم نتیجه چی هست. ببینیم آقای محترم امپراتور افتادن که حرف از به اجرا گذاشتن برنامه‌های زندگیتون داره میزنه اینجا. آقای امپراتور اینجا نشستن دستور میدن، اوکی؟ اینجا دیدیم که در مورد مسائل احساسی و هیجانیتون، حتما مسائل عشقی نیست دوستان، تاکید میکنم دارم یه نظمی به زندگی میدم، اوکی؟ نظمی به زندگی میدم، پس اینجا هم به همین صورت نظمی به زندگی میدم، به افکارم میدم، به اون افکار آشفته‌ای که اون بالا بودن میدم و شفای قلبی براتون افتاده. یک شروع برنامه، پروژه، چیزی در زندگیتون عزیزان دل که حال دلتون رو خوب میکنه. خیلی خوب دوستان، من توضیح در مورد فالا بهتون کارتا بهتون میدم و بعد میرم سراغ
کارت های دیگه. پس برای یک سری شما، از شما عزیزان دل، بعد از شاید ایستی که در زندگیتون به وجود اومده، بهتون دارن میگن که فرشتگان مقرب در کنار شما هستن، اوکی؟ و اینکه مسائل دارن شتاب پیدا میکنن، باید ایمان داشته باشین، ستاره بخت و اقبالتون بالای سرتون هست و شما عزیزان محافظت شده هستین. باید از اون ذهن آشفته‌ای که دارین خودتون رو رها کنین دوستان. چشم سومتون هم باز هست، خودتون هم کاملا مسئله رو میدونین، اوکی؟ میدونین که مسائل دارن جلو میرن. خب پس اینقدر ذهنتون رو آشفته نکنید. در مورد مسائل، چیزی که در سر شما هست عزیزان دل، یا اینکه شما دارین قدرتمند میشین، اعتماد به نفس میگیرین، مسئولیت پذیر میشین، یا اینکه واقعا همونجور که گفتم یک خانمی به این زیبایی در سر شما هست. در مورد مسائل احساسی هیجانی شما، چارچوب مستحکم براتون افتاده. در مورد مسائل کاری به سمت جلو میریم، با برنامه دارین راه میرین دوستان و صبوری میکنین، چون اینکه نمیخواین بیگدار به آب بزنین. در مورد مسائل مالی هم میبین نقاط مبهم زیاد وجود دارن. در مورد مسائل چالشی شما عزیزان دل، این هستش که به سمت دوستاتون برین، شاد باشین، چیزی که کمکتون میکنه سرنوشت چرخ اقبال هست. و اینکه به چه سمتی میریم میدونم یه سری ها میخندن وقتی من این حرف رو میزنم، به سمت آقای محترم امپراتور، به اجرا گذاشتن برنامه های زندگی میرم و همچنین اعتماد به نفس میگیرم دوستان، اوکی؟ خب عزیزان دل، بریم ببینیم چه خبر هست در کارت های دیگه. فرشتگان عشق چه پیام بهمون میدن؟ کارتی که برای شما افتاد بهتون میگه که تفاوت‌های دینی، مذهبی، فرهنگی، سنتی، هر تفاوتی که بین شما و شخص احساسیتون ممکنه که از نظر فرهنگی، سنتی، مذهبی چیزایی که غیر از احساساتتون باشه دوستان. و اینکه کارت بعدی حرف از این میزنه که بله، این شخص جفت روحی شما هست. ببینیم ممکنه که شخصی سر راه شما قرار بگیره یا شخص احساسیتون که باش هستین تفاوت‌های زیادی از نظر خانوادگی، فرهنگی، کلاسی، حالا هر چیزی که هست داشته باشین، مذهبی، ولی بدونین که این شخص جفت روحی هست. من با خانم دوریم ویرتیو همیشه بر سر جفت روحی مشکل دارم، چون برای من جفت روحی روابط بسیار ساده و قشنگی هستن. اوکی، حوصله آدم رو سر میبرن، ولی اینقدر دیگه آدم آدرنالین نداره که سوار اون ترن هوایی باشه و بره بالا بیاد پایین. اوکی، خب بریم ببینیم چه خبر هست در کارت های قطب مؤنث محترم. دوستان قطب مؤنث حتما خانم ها نیستن، عزیزانی که مسائل احساسی براشون مهم هست و سرتیتر زندگیشون هست. اوکی، بریم ببینیم چه خبر هست. اولین کارت میگه که من معنوی هستم و اینکه عاقل و مثبت هستم. خب شخصی هست شعبده باز مخ کیو میخواد کار بگیره نمیدونیم، الله اعلم. و اینکه بر روی استعدادهای خودش داره کار میکنه، خب خوبه، به درد استعداداش خوبه، داره با استعداد هست، داره بهتر و بیشتر استعدادش رو بالا میبره دوستان. شخصی از مغرور و اینکه میگه که من نمیخوام خودم رو تحت سوال ببرم و اینکه من نمیخوام که به سمت تو یک قدم بردارم. چقدر قشنگ قطب مؤنث داره بالا میاد دوستان. و اینکه شخصی هست آفریننده و اینکه میگه که من بر روی اون به قول معروف استعدادهای خودم کار میکنم. ببین دو بار حرف از استعداد میزن، اون چوبده باز اینجا هم آفریننده. بسیار خوب، حتی بخواد بره روی مخ کسی دیگه هم کار کنه، از اونجایی که داره روی خودش کار میکنه دوستان عالی هست. خب بریم ببینیم کارت قطب مذکر آقایون نیستن، اشخاصی که ارزش‌های وجهه اجتماعی، مادیات، این چیزا براشون مهم هستش. ارزش‌هاشون آنچنان ارزش‌های بالایی نیست دوستان. اوکی، ببینیم اون چی هستش. ساکت، ببین زیپ داده در دهنش، قفل هم شما بیاییم بزنیم سر دهنش. و اینکه میگه که من دوستانم با تو حرف بزنم، نمیتونم، ترجیح میدم که هیچی نگم. اوکی، خب شخصی هست که بسیار انگیزه داره و اینکه میخواد تا آخر تمام خواب و رویاهاش بره و هیچ چیز رو رها نکنه. در مورد شما نیست، فکر نکنید این قطب مؤنث در مورد شما هست، برای خودش که تنها هست. اوکی، شخصی هست بسیار منطقی و اینکه میگه که من به علائم
کائنات اهمیت نمیدم، باور ندارم و اینکه من فکر میکنم همه چیز رو خودم ساختم. اوکی، بریم ببینیم کارت بعدی چه خبر هست. کارت بعدی حرف از این میزنه که معتقد من به خدا ایمان دارم و ملاقات من و تو نوشته شده بود. اوکی، از کجا به کجا آمدیم دوستان؟ همیشه میگم حفاری کنیم قلبش تا اینکه بفهمیم چه خبر هست. یه وقتایی هم کارتایی که میاد زد و نقیض هستن به خاطر که خودش زد و نقیض هستش. اینو میخوام و برعکسش. توی فکرش این هستش که چجوری بخوام مخه کسی دیگر رو به کار ببرم. اوکی؟ خب تا اونجایی که حال قطب مؤنث داره خوب میشه من خوشحالم و خوشنود، کاری به کار قطب مذکر ندارم. خب بریم ببینیم عزیزانی که در جدایی هستین شخص مورد نظرتون چی بهتون میگه. یک نسیم جدید اعلام شده و یک شانس دوباره. از کی تا حالا ببینیم خودش به خودش رو اعلام میکنه. یه وقتایی در یک رابطه همه چیز اونجوری که بخوایم پیش نمیره و بالا و پایینی های در رابطه وجود داره. داره خودش رو تبرئه میکنه. اوپا پا 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 پا. دوست دارم که دلبری کنم، دوست دارم برم سراغ اشخاص دیگه و اینکه من شیطون هستم. البته که دوست دارم بیشتر برای تو باشم. بیشتر برای تو باشم یا برای دیگران باشم یا تو و دیگران رو در کنار هم داشته باشم، تو رو زیر بغل داشته باشم، زاپاس داشته باشم، نمیدونم. خب اون دیگه قضاوت و داوری با خودتون هست دوستان. خب بریم ببینیم که کارت کائنات چه کارتی برامون داره دوستان. این کارت رو نگاه کنین دوستان، من ترجمهش کنم واسه تو. حرف از آینه میزنه دوستان. در صفحه چرخان احساساتت یه وقتایی با قسمت دیگر از خودت برخورد میکنی و اون چهره دیگه، اون موجودی هست که به یک دنیای آسانتر، خوشبختر و با آرامش و عشق و شادی ایمان داره. در این انرژی ها باقی بمان. این انرژی هایی که برای تو ناشناس هستن به این صورت هست که تغییر و تحولاتی که تو منتظرش هستی به وجود خواهند آمد. بسیار زیبا. خب پا پا پا. آپ فرشگان مقربم امروز عجله داشتم. به مسافرت برو. دوست دارم ببینم که مسافرتی رو آماده میکنی و مقصدی رو انتخاب کردی اینجا و الان برای فقط لذت کشف کردن. تو به اندازه کافی کار کردی، الان موقع اون رسیده که استراحت کنی. این پروژه به تو اجازه این رو میده که حالت رو عوض کنی و اینکه تصمیمی بگیری، تصمیم نهایی رو بگیری. من به همراه تو خواهم بود در این راه و اینکه به تو جاهای جالب و جدیدی نشان خواهم داد. و ما بریم ببینیم که عزیزان از دست رفته چه پیامی برام دارن. با من تقسیم کن. دوست دارم وقتی که تو با من حرف میزنی، وقتی که تو شادیهات رو با من تقسیم میکنی، وقتی که تو دردهات رو با من تقسیم میکنی و وقتی که تو غم داری، وقتی که تو از من میپرسی نظرت چیه یا چه توصیه ای میکنی، من همیشه به حرفهای تو گوش میدم و تا آنجایی که امکان داره
کمکت میکنم. در حال حاضر تمام وقت و انرژی در دسترس دارم که بخوام صرف تو کنم. خب دوستان، روح همه عزیزان از دست رفته در شادی و آرامش باشه. سعی میکنم که اگر تونستم برای فردا براتون فال پیام عزیزان از دست رفته بذارم. روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم روز روزگار خوش دوستان، و تا فال دیگه، خدا نگهدار.